سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون HW. به برنامه دیدار با مردم خوش آمدید. بیننده های عزیز، امروز آمدیم در یکی از برنامه هایی که به وصف خزان برگزار شده. میریم همراه کسایی که این برنامه را برگزار کرده و کسایی که در این برنامه اشتراک کردن صحبت میکنیم و در ادامه برنامه ای که چقدر شعرهای مقبول و زیبایی را دکلمه میکنه اینا را هم خواهیم داشت. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز، یکی از اشخاصی که در این محفل و در این برنامه اشتراک داشتن در کنار خود داریم و امرایشان معرفی میشیم و دلیل از اینکه اینا در این محفل حضور داشتن میپرسیم که چه دلیلی برای اینا داشتن. سلام، میشه در اول برای ما معرفی کنید؟ من محمد کریمی هستم، از یک از شاعرای بامیان که در این برنامه تحت عنوان زمزمه های زرین پاییز خانه ادبیات دایر کرده بود شرکت کردم. خب دلیل و انگیزه از این که شما در این برنامه اشتراک کردین چی بوده؟ خب مظاهر و مصادیق فرهنگی مردم ما در موارد گوناگونی از خود جاذبه ها و جالبیت های گوناگونی میتواند داشته باشه. گفتم برم که جوانانی که در باره زیبایه های رنگارنگ پاییزی برنامه داره و هم خانه ادبیات بامیان برگزار کرده، برنامهشان دارای چی محتواست، جوانان این مرز و بوم تشویق شده شعرهای را سروده و در اینجا شعرهایشان دکلمه میکنه. آمدم که لحظه خوش بگذره و در عین حال استفاده کنم از شعر و موسیقی محلی که زایده ویژگی های فرهنگی مردم است. به نظرتان برگزاری همچو برنامه ها برای فرهنگی ساختن اینا چقدر نقش میتونه داشته باشه؟ یقینا هنر، موسیقی، شعر اینا از مصادیق بارز فرهنگ یک مردم و یک محل است و اینا هرچند تحت برنامه های متبارش شوه، جلوه بکنه، تولید شوه و میتونه که از ذوق مردم، از دلتنگه های مردم، از شور و حال مردم غنامندی در جهت فرهنگ این سرزمین باستانی ایجاد نماید. بیننده های عزیز، باز هم در کنار ما یکی از دختر خانمایی که در برنامه اشتراک کرده بود داریم که ازشان میپرسیم که امروز در این برنامه که شما اشتراک داشتین درباره فصل خزان فکر کنم بود که درباره فصل خزان شعر گفتن و چیزا، شما خودتان که اشتراک کردین چه حسی دارین، به خاطر چی اشتراک داشتین اینجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و خدمت همه کسانی که از طریق شما ما را بیننده هستند. نظیفه زکی هستم، یک تن از محصلین دانشگاه بامیان. خب قسمی که شما هم در جریان بودین، امروز برنامه پاییزی بود و ما به عنوان یکی از اشتراک کننده ها واقعا خیلی حس خوبی دارم و ما طرفدار ای هستم که همچون برنامه های بیشتر در بامیان برگزار شود. اما رقم که بامیان یعنی مرکز فرهنگی هست، این برنامه ها بیشتر برگزار شود. یعنی مهم اینه که مثلا برنامه زیر نام پاییز باشه یا هر برنامه دیگه، مهمیه که برنامه ها میشه مستدام باشه و ما از اینکه امروز به عنوان یک اشتراک کننده در این برنامه اشتراک کردم واقعا خیلی احساس خوبی دارم، حس قشنگی از من رخ داده، چون این برنامه قشنگی بود، کلا به شعرا بود، اجرای موسیقی، دکلمه شعر و واقعا من خیلی لذت بردم. زمانی که مثلا ما بعضیا که ما توصیه بر دوستایی هست، زمانی که مثلا اونا به یک نحو جگرخون هسته، به جای اینکه بشینه در گوشه بیده همچون برنامه های اونا شرکت کنه، میشه مثلا حال هوای اونا را دیگه طرف میبره و خوشحال میشه. به نظرتان اشتراک دختر خانم ها امروز در این برنامه یا و در برنامه های گذشته و آینده چه قسم هستن؟ چقدر دختر خانم ها اشتراک میکنه در این برنامه ها؟ خب متاسفانه اشتراک دختر خانم ها خیلی کم رنگ هسته. حالا من نمیدانم که دلیل از چی هسته. اونا بعضی ها شاید از خاطر مثلا امو اجازه که فامیلشون بهش نمیده و وی برمیگرده به گذشته، مثلا
مثلا که ما داشتیم کلن مردسالاری بود و بیشتر مثلا مردا در رأس تصمیم گیری قرار داشتن، کار زنان را خلاصه میکردن یکی در خانه باشن مثلا اما کار خانه را انجام بده و به امور رسیدگی کنه. بخاطر امی هستم مثلا ما تحت تأثیر مو فرهنگ ها قرار گرفتیم که امروز اشتراک دختر خانم ها در برنامه های فرهنگی کمرنگ هسته و ما زمانی که رو میبینم به این من حیث یک دختر خانم خیلی متاثر میشم و توصیه می هست که بیا اینا اشتراک کنن در برنامه ها، حضور بیا با و مو سنتی که مثلا اینا درگیر مو سنت های گذشته هسته اونا را رها کنه، بیا مثلا در بین جامعه حضور پیدا کنه و اینا مثلا استقلالیتی از خودشان نشان بده. بله، خب در برنامه که خودتان امروز اشتراک داشتین شعر یا کدام دکلمه داشتین؟ ما گردندگی برنامه در عهده ما بود و آره شعرهایی بود در رابطه با پاییز و شعرهای عاشقانه. یک آن را شمیتانین بر موالی بخونین؟ البته. کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا، کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا. چی میدانی از این، چی میدانی تو از امروز، چی میدانم من از فردا. همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست. بله، بسیار عالی، شعر زیبایی هستنی و تشکر از شما. خیلی باشه. بنده های عزیز، در کنار خود یکی از مؤسسین خانه ادبیات را داریم که همراهشان معرفی میشیم و میبینیم که هدف از برگزاری این برنامه چه بوده. به نام خدا، محمد علی اخلاقی هستم، یک از مؤسسین خانه ادبیات بامیان. هدف از ایجاد خانه ادبیات بامیان گرد هم آوری استعدادهای ادبی نویسنده ها و شاعران بامیانی بوده که جایگاه ایتو یک نهاد خالی بوده و ما قبل از این یک برنامه داشتیم به نام پنجشنبه های بامیان که هر پنجشنبه برگزار میشد، ولی متاسفانه مدت یک سال بود تقریبا که این برنامه دیگه جای خود از دست داد یا به نوی کسایی که برگزار میکرد دیگه متفرق شد و این برنامه های از غیر فعال شد. بله، از جایگاه تو یک نهاد خالی بود و ما با هدف از اینکه بتونیم جوانای شاعر و نویسنده را گرد هم بیاریم و لحظات را به اصطلاح دور هم باشه و استعدادهایی که داره برای یک دیگر به نمایش بگذاره. باز برگزاری این برنامه هایی که شما برگزار میکنین چقدر برای فرهنگ سازی تاثیر گذار هستن؟ بدون شک هر نوع فعالیت اجتماعی و فرهنگی که از طرف هر نهاد یا هر گروهی برگزار شود بدون تاثیر نخواهد بود و اینجا هم خانه ادبیات به نظر از ما میتونه در راستای فرهنگ سازی خیلی مؤثر واقع شود، به این معنی که وقتی ما آمدیم این برنامه را راه اندازی کردیم هر کس به نحوی تشویق میشه که به اصطلاح همچون برنامه های را برگزار کنه و از طرف دیگه به اصطلاح استعداد های خود به نمایش بگذاره و آینده روشن را ما پیش بینی میکنیم. در این برنامه خودتان هم شعری دکلمه داشتین؟ نه خیر، ما تقریبا یک مدت 3 سال میشه که از شعر و شاعری فاصله گرفتیم، بلاز صرف در قسمت برگزاری برنامه ما مثلا همکاری خود داریم دیگه، کوشش میکنیم بچه ها جوان ها چی دختر ها چی پسر ها تشویق شوند در این برنامه اشتراک کنند. خودتان قبلا شعر فکر کنم میگفتین، یکی از شعرهایی که در قدیم شاید داشته بودین از اونا برای ما یک دانش دکلمه یا زمزمه کنید. بخت شاعر شدنت نیست مکوش، بخت شاعر شدنت نیست مکوش، فصل عاشق شدنت نیست منوش، پای را از گلمت بیش فراتر مکن، ورت تنگ است سبوکتر بجوش. بسیار شعر عالی و پر محتوا بود. شما کاملا بعضی وقتا در برنامه ها دیدیم که شعر میخوانین، بسیار شعرهای پر مفهوم و پر محتوا میخوانین، واقعا در این زمینه چیره دست هستین. امیدوار هستم که امتو شعرهای مقبول مقبول در آینده هم داشته باشیم از شما. تشکر حسن نظر شماست. ما خوب خود خیلی در سطح ابتدایی ارزیابی میکنیم و از این لحاظ هم یک کم وقتی شعرهای گذشته خود مرور میکنیم به این باور میرسیم که شعرهای ما در واقع نمیتونیم را شعر بگیم، به این لحاظ یک کم کم علاقه شدیم و شعرهایی که به اصطلاح شعرهای بزرگ و کلاسیک ما هست وقتی اونا را ما
دکلام میکنیم میخوانیم دیگه با شعر خود مقایسه میکنیم شعر ما پیش از شعر شعر گفته نمیشه از لحاظ این باعث شده که ما کم دلسرد شیم و از طرف دیگه یک نهادی که به اصطلاح شاعرها را تشویق کنه یا به اصطلاح کسایی که تازه پا به عرصه شعر شاعری میگذاره تشویق کنه نبوده و این باعث از این شده که ما تشویق نشیم و از لحاظ ما دلسرد شدیم. دیگه ما با ایجاد خانه ادبیات بامیان کوشش کردیم کسایی که مثل ما تازه میخواد شعر بگه شعر بسرایه بتونیم اونا را تشویق کنیم و استعدادهای از اونا را رشد بدیم. تشکر از شما. تشکر از شما همچنان. سلامت باشید. بنده های عزیز، این بود برنامه امروزی که امیدوار هستم که مورد پسند و علاقه شما از آن قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی که باز هم من اسما محمدی در خدمت شما از آن قرار میگیرم، شما رو به خدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. Thank you.